الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما دانشجویان عزیز و عزیزان خوب. امیدوار هستم در هر جایی که هستین در پناه خداوند منان باشین، شب و روز خوب را کنار همه عزیزان خود سپری بکنین. دوستان عزیز، قسمی که در جلسات قبلی ما صحبت کردیم رابطه با مدیریت پروژه، در ویدیوی امروز هم ما نگاه داریم در چی رابطه با موضوعات مهم و ساختاری در سطح مدیریت چی پروژه. ما در مراحل بعدی مشخصا روی مراحل اجرای پروژه صحبت کردیم و چقدر خوب هست که شما این مراحل را به صورت دقیق و شفاف مورد پیگیری قرار بدین تا بتوانید اینها را به شکل درستش بفهمین دوستان. و ضمناً در مراحل اجرای پروژه ما یک تعریفی داشتیم، بعد از آمد مراحل اجرای پروژه را دقیقاً مورد بررسی قرار دادیم. حالا چقدر خوب است که ما این مراحل را به صورت شفاف و واضح ما خدمت شما چکنیم بحث بکنیم تا شما بتوانید که موضوعات بسیار مهمی که در ساختار مراحل اجرای پروژه وجود داره شما اینها را بفهمین دوستان. یک توصیه میکنم این است که شما باید به کتاب‌های مدیریتی به خصوص سافت‌ور پروژکت منیجمنت در مدیریت پروژه های سافت‌ور شما باید زیاد مطالعه بکنین تا بتوانین پروژه های خوب را در کشور ما چکنین طراحی و پیاده سازی بکنین که نیاز هست و شما نیروهای مؤثر در جامعه ما هستین، در هر جای که هستین با تلاش و با شعور بلند زندگی بکنین. دوستان عزیز، مدیر پروژه گفتیم ما قبلا میتواند تمام فعالیت های پروژه را به شکل دقیق برنامه ریزی کند و بعد از تصویب پلان فراهم شدن بودجه پروژه را عملا چیکنن آغاز بکنن. یعنی بعد از تصویب پلان میتونن مدیر پروژه عملیات سازی یا اجرای پروژه را چیکنن مطرح بکنن. فعالیت هایی که در اجرای پروژه نیاز است عبارت از پیدا کردن کارمندان هست دوستان. این یک از بحث هایی بودن که در ویدیو قبلی ما بحث کردیم و همچنان تا رسیدیم به کیفیت کار یا تضمینی از کیفیت کار در سطح پروژه. حالا ما میریم روی نکات بسیار اساسی بحث میکنیم که در مراحل اجرای پروژه در مطرح هست و کنار هم اینها را پیش میبریم. با دست آوردن کارمندان دوستان، یکی از بحث های بسیار اساسی در سطح پروژه هست. نیاز هست که شما کارمندان خود را بسیار به صورت درست و با تخصص بلند استخدام بکنید و شما باید نگاهی به افراد ضعیف نداشته باشین نظر به ساخت پروژه. شما نیاز دارین که افراد متخصص از هر فرهنگ و از هر نژاد و از هر زبان باشن. شما فقط به یک اصل نگاه بکنین، آن شایستگی و شایسته سالاری است در ساختار پروژه و این نیروی بشری، نیروی انسانی رو شما در جای خاص خودش چیکنین مصرف بکنین تا به خاطر پویایی و پختگی فرهنگ منچشان برجسته شوند. مدیر پروژه از مراحل لازم برای دستیابی به منابع بشری مورد نیاز برای تکمیل پروژه پیروی میکنند. دوستان، شما اگر که تجربه بسیار کم دارین در قسمت منابع، شما نیاز دارین که با محیط روابط برقرار بکنید. با افراد متخصصی که در قسمت منابع بشری و استخدام اینها کار کردن شما ارتباط برقرار بکنید، از تجربه اینها استفاده بکنید. اگر تجربه کافی دارین حتما شما مواجه شدین با افراد متخصص نسبت به ساخت پروژه که فعلا شما دارین. به فرض مثال سافت‌ویر هست، دیتابیس هست، سیستم سافت‌ویر هست یا در بخش سکیوریتی است، هر بخشی که هست شما نیاز دارین که این ساختار را با استفاده با توجه از منابع بشری خود چی کنین پیش برین. پروسه استخدام در بخش منابع قبلا مورد بحث قرار گرفت که ما مطالعه کردیم چه قسم ما میتونیم نیروی مؤثری که در سطح پروژه برای ما مؤثر هست اینها را استخدام بکنیم. یک بحث کاملا جداگانه بود در یک فصل جداگانه که در قسمت منابع ما بحث کردیم. نیاز نیست که ما فوکس بیشتر در این ویدیو در این بحث خدمت شما ارائه بکنیم. در این مرحله زمان بندی نیاز به منابع ساختن و تخصیص منابع برای پروژه بر اساس زمان بندی معین صورت میگیرد دوستان. یعنی شما به دست آوردن کارمند و اختصاص دادن کارمند به یک بخش خاصی که تخصصش هست، این از مهارت های چسن اجرای پروژه هست و همچنان منابع ها را در خدمت اینها قرار دادن تا در جهت عملیات سازی کارهای خود را کردن اینها چسن در مرحله اجرای پروژه صورت میگیرد. خب شما در قسمت منابع بشری مطالعه کردن که ما نظر و تخصص و تجربه افراد جذب میکنیم و افراد نگه میکنیم تا قسمتی که مراحل اجرای پروژه آغاز نشده است. در قسمت اجرای پروژه ما نیاز داریم به چی؟ ما نیاز داریم که این نیروی مؤثر بگیریم در هر جا قرار بدیم. به فرض مثال میتم، یک سافت‌ویر ممکن است از 7 بخش تشکیل شده باشد. در هر بخش شما یک فرد متخصص نیاز دارین. ممکن است این فرد در همه بخش ها تخصص نداشته باشد. در اینجا یک مفهوم شکل میگیره، آن تقسیم کار یا تقسیم پروژه به بخش های مختلف و این مهارت در سطح مدیریت پروژه شما باید داشته باشید.
پروژه را در 7 بخش تقسیم میکنین، هر بخش نظر به محتویاتشان، نظر به فعالیتی که در اون بخش وجود داره کارمند خوب استخدام میکنین و این کارمند گفتیم در بخش ارزیابی نظارت و کنترل از کارمند در جهت بهبود و کیفیت پروژه چسان مؤثر است. که یک بحث بسیار اساسی در قسمت به دست آوردن کارمندان بودن و شاید دوستان اینجا یک سوال مطرح شوند که ما در یک پروژه کار میکنیم که منابع بیشتر در صد کارمند نداریم، شما باید به کمپانی ها رو بیارین، ببینین که کمپانی هایی که در هم شکل پروژه ها رو کار میکنن یا تجربه دارن از این نیروهای موثر کمپانی ها چیکنین مستفید شین. به فرض مثال حالا ممکن است گوگل یا اپل یا بایدو یا ترنسینت یا کمپانی های دیگر اینها در جهت جذب منابع بشری خود میتونه که از افراد با تجربه که در کمپانی های دیگه فعالیت کرده از اونها چی میکنه استفاده میکنه، که شما ان شاء الله در سطح مدیریت پروژه های سافت از این تخصص هایی که در سطح جذب کارمند هست شما استفاده بکنید. نقطه دومی که در اینجا وجود داره ایجاد تیم پروژه هست. چقدر بحث زیبا هست که شما بتونید تیم بسیار قوی، حرفه‌ای و با تعهد در سطح پروژه ایجاد بکنید. یک از مهارت های افراد موفق در سطح مدیریت هست که تیم بسیار قوی و زنجیری جور میکنه. این تیم با یک تعهد بسیار بلند مدت و کارا در سطح پروژه چی میکنه فعالیت میکنه. در این مرحله مدیر پروژه مهارت های فردی کارمندان را ارزیابی میکند تا اطمینان حاصل شود که هر عضو تیم دارای مهارت های مناسب برای بخش های مختلف پروژه هست. این یک بحثی است که در کتاب شما مطرح شده که مدیر پروژه چی میکند افراد یا کارمندانی را که استخدام میکند تجربه اینها را، تخصص اینها را چی میکند مورد آزمایش قرار میدن و بعد فعالیت هایی که در سطح پروژه وجود دارن نظر و تخصصشان چی میکند معرفی میکند. خب به فرض مثال ما یک پروژه داریم که ویدیو ثبت میشن، در اینجا هیچ وقت یک کسی که تخصص به کامرامینی نداره نمیتونه کامرا چی کند اجرای پروژه یا ویدیو گرفتن به شاید تخصص اجرا بکنه. پس ما چی نیاز داریم دوستان؟ نیاز داریم که یک فرد متخصص بیاریم اینجا قرار بدیم تا کار ما با صورت درست پیش بره. اگر این فرد با تجربه نباشه ممکن است ما یک ماه، یک و نیم ماه، دو ماه با چالش مواجه شیم. پس از این مکانیزم و از این ساختار در جهت تیم سازی استفاده بکنیم. در سطح سافت‌ویرها معمولا تیمی که کار میکنن این تیم در واقع از تجربات مختلف برخوردار هستند ولی هدف اینها به یک سمت حرکت میکنه. اونها خروجی پروژه است یا هدف پروژه است. یعنی هیچ نگاه دیگر در بخشای پروژه ندارن، فقط اینها در جهت اهداف پروژه با اجرای عملیاتی پروژه که همان اکشن پلان هایی که در سطح پروژه مطرح میشه تعقیب میکنن. نقطه بعدی دوستان که ما بحث میکنیم اجرای طرح مدیریت پروژه است. چقدر یک بحث خوب هست، امیدوار هستم که شما این بحث به دقت مورد توجه قرار بدین تا خوب بفهمید. مدیر پروژه با ایجاد طرح اجرایی دوستا یک طرح خود پروژه داریم، طرح پلان پروژه داریم. ما در بخش های مختلف طرحهای داشتیم و پیشنیازهایی هم داشتیم ها که بحث کردیم، اما در اینجا مدیر پروژه با ایجاد طرح اجرایی، طرح اجرایی یک بحث جداگانه است دوستان که با دیگه بحث ها متفاوت است. فعالیت هایی که در هر مرحله پروژه مانند طرح ارتباطات، طرح مدیریت خطر و غیره وجود دارد اجرا میکنند. به فرض مثال میتیم تا شما آگاهانه بفهمید. در اینجا مدیر پروژه چی میکند؟ طرح‌های را مانند طرح ارتباطات، طرح مدیریت خطر که در سطح پروژه وجود دارد اینها را در مرحله اجرا میگذارند. اما چه زمان میگذارند که اینها فعالیت‌هایی که در مرحله پروژه وجود دارند تعریف شوند؟ به فرض مثال ما سافت‌ور طراحی میکنیم، یک از فعالیت‌های استچیس نیازسنجی هست. نیازسنجی افراد میره در کمپانی یا در پروژه ها با اینها اینترویو میکنه، با اینها کوشنیر تقسیم میکنه تا نیازهای اصلی کمپانی رو بفهمند، نیازهای اصلی پروژه رو بفهمند. پس این تیم مشخصا با یک تجربه خاص وارد صحنه میشن، این خلاص شد. بعد اینها تحت یک داکیومنت به نام SRC Software Requirement Specification طرح میکنن، این رو میگیرن بین دو کمپانی که پروژه را میخواهن اجرا بکنن و کمپانی که نیاز دارن به پروژه توافق امضا میشه تحت همین SRC Software Requirement Specification. بعد از این تیم کارش خلاص میشه، تمام اطلاعات به دسترسی که قرار میگیره به دست تیم تحلیلگران و دیزاینران. یعنی روابط بین این دو فعالیت هم تعریف میشن. اگر که نیازسنجی درست صورت نگرفته باشن دقیقاً تاثیر عمیق روی برنامه بعدی که ما طرح و دیزاین داریم که در یک اتاق خاص، یک اتاق فکری خاص طراحی میشن ممکن است آسیب برسانه به پروژه. این یک از بحث مهم هست. و بعد اگر طرح و دیزاین درست صورت نمیگیره مشخصاً یه سری افرادی که برنامه نویس هست کد نویسی میکنه چه سر تاثیر میگذارن. پس چقدر خوب هست که این فعالیت ها درست چشون تعریف شن.
برگزاری جلسات بازبینی وضعیت بحث دیگری هست که ما جلسات را تعریف میکنیم، دایر میکنیم که بازبینی بکنیم، دوباره ببینیم وضعیت پروژه را از لحاظ کاری، ساختاری، پیشرفت، از لحاظ پلانها، از لحاظ ساختارها، از لحاظ منابع، از همه اینها ما چی میکنیم؟ جلسات دایر میکنیم که بازبینی بکنیم تمام مسائل. جلسات به مدیران پروژه در بررسی وضعیتی که معلومات آن از طریق گزارش‌ها جمع‌آوری شده است کمک می‌کند. معمولاً مدیر پروژه که از بخش‌های مربوطه همیشه گزارش می‌خواهد. سیستم گزارش‌دهی را در مدیریت پروژه فراموش نکنید دوستان. در سطح مدیریت قرار می‌گیرید، کوشش بکنید که افرادی که برای شما کار می‌کنند از اینها در جریان کارشون گزارش بخواهید. گزارش واقع‌بینانه. اگر گزارش واقع‌بینانه نباشد شما در جلسات بازبینی نمی‌تونید چالش‌های پروژه را حل بکنید. معمولا در سطح پروژه باز هم پیام بر شما ارسال میکنم که شما از تعهد افرادتان، از صداقتشان در سطح پروژه باید مطمئن باشید و مدیریت بسیار حرفه‌ای در سطح اینا داشته باشید. تحلیل وضعیت در ارزیابی استفاده میشود. همین تحلیل وضعیتی که از گزارش ها شما میگیرین این در ارزیابی چی میشه دوستان؟ استفاده میشود. وضعیت کنونی با فعالیت های برنامه ریزی شده مقایسه میشن. وضعیت کنونی با فعالیت هایی که برنامه ریزی شده بود در قبل چی میشن؟ اینها بررسی میشن، چالش ها سپاهشان شناسایی میشن، ممکن است منجر به یک پلان بعدی در سطح تحقق پروژه ها چی بگیرن؟ صورت بگیرن که انشاءالله شما با اینها مطمئن هستم آگاهی بیشتری داریم. نقطه بعدی بروز رسانی طرح مدیریت پروژه. ما بروز رسانی میکنیم، تازه میکنیم، جدید میسازیم طرح مدیریت پروژه خود. در اکثر سازمان ها تیم مدیریت پروژه مسئولیت بروز رسانی طرح پروژه را نیز به دوش دارند. همین تیم مسئولیت بروز رسانی طرح مدیریت پروژه را چی دارند؟ به خود یعنی با خود حمل میکنند. طرح پروژه مثل سند راهنمود برای مدیر پروژه است. طرح پروژه یک سند راهنما هست که مدیر پروژه از نقطه آغاز صفری تا نقطه یک، از نقطه A به نقطه B چی میکنه؟ همکاری میکنه. این یک سند ثبت شده است که در مورد پروژه موجود هست. این به عنوان یک داکومنت رسمی در نزد پروژه، در تیم پروژه یا بورد پروژه چیستن وجود دارند. نقطه بعدی دوستان تضمین کیفیت هست. در مدیریت پروژه تضمین کیفیت بخشی از مجموعه پروسه های اجرایی است و در تمام مدت پروژه انجام می شود. تضمین کیفیت دوستان ما در هر بخش داریم، نه تنها در سطح یک پروژه، ما در سازمان های مختلف یک بخش تضمین کیفیت داریم که از لحاظ کیفی چک لیست هایی دارن که میتونه پروژه را چکنه، بازیابی و بازرسی بکنه. تضمین کیفیت پروسه بررسی الزامات کیفیت است. الزاماتی که باید وجود داشته باشه، چیزهایی که لازم است، شما اینها رو چی میکنید؟ کیفی بررسی میکنید و همچنان کنترل میکنید و همچنان اطمینان حاصل میکنید که کار اوکی هست، یعنی خوب پیش میره. پذیرش تحویل. معیارهای پذیرش برای تحویل پروژه ارتباط به قرارداد پروژه داره که شما تحویل بدین پروژه را به کمپانی که برای شما پروژه دادن. پیش از این که قرارداد پروژه صورت گیرد، استانداردهای اجرای پروژه از جمله بخش‌هایی است که توافق در آن صورت می‌گیرد. دوستان ما باز میگیم پیش از یک پروژه اجرا شود، در مو داکومنت SRC که نیازسنجی شده است یک توافق صورت می‌گیرد، مطابق از چی می‌کند کارها پیش می‌رود. که انشاءالله شما تا نقطه پذیرش و پذیرش پروژه را در این ویدیو متمرکز باشین. ما یک جنبندی کوتاه این ویدیو رو میکنیم تا ویدیوی بعدی همین جلسه را چی میکنیم دوستان؟ ادامه میتیم تا فهم شما در تسلسل قرار بگیرن. ما آمدیم روی مراحل پروژه بسیار به دقت صحبت کردیم. یک از نقاطشان به دست آوردن کارمندان متخصص بود. یک این را به یاد داشته باشین. ایجاد تیم پروژه بود. مدیر پروژه یک تیم بسیار حرفه‌ای می‌سازند. اجرای طرح مدیریت پروژه بود که ما با دقت بحث کردیم. برگزاری جلسات بازبینی و وضعیت بود که ما از وضعیت گذشته ما یک بازبینی می‌کنیم، نظر به گزارشاتی که از کارمندان خود می‌خوایم. بعد با بروزرسانی طرح بود که ما همیشه کوشش می‌کردیم که طرح خود را اپدیت بسازیم، بروز بسازیم. تضمین کیفیت بود که پروژه را از لحاظ کیفی که ما انتظار داریم از اجرای آنها، از خروجی آنها بررسی میکنیم. و تیم تضمین کیفیت ممکن است جداگانه باشند و در بخش تضمین کیفیت شما افراد متخصص لازم دارین که قرار بدیم. و پذیرش و تحویل دهی است که در سطح اسناد رسمی که در ابتدا با پروژه قرارداد میشه شما چی دارین؟ وجود دارن. شما با اینها سر و کار دارین که اینها رو چیکنین؟ تحویل کمپانی بدین. خب دوستان عزیز، دوستان نهایت گرامی، درس ویدیو رو در اینجا به اتمام میرسانیم. شب و روز خوش داشته باشین. خداوند یار و نگهدار شما.